عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. توی این ویدیو قرار هست در رابطه با استروید منت صحبت بکنیم. این استروید چی هست؟ برای چی درست شده؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه مزایایی داره؟ چه عوارضی داره؟ چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ آیا خانم ها میتونن استفاده بکنن یا اینکه نمیتونن؟ طول دوره به چه صورت هست؟ دوز به چه صورتیه؟ چه اشکال دارویی وجود داره؟ مطابق معمول ویدیوهایی که در رابطه با PED ها ساخته میشه، این نکته رو خدمت شما یادآوری میکنم که این ویدیو صرفاً جهت اشتراک گذاری اطلاعات ساخته شده و تنها کسی که میتونه تجویز دارو بکنه پزشک متخصص اون زمینه هست. بنابراین میریم شروع کنیم یه مقدمه ای رو داشته باشیم در رابطه با منت. خب استروید منت رو شما به نام ترسترون هم میشنوید اسمشو. چه ترسترون چه منت، هر دو یک دارو هستن و از لحاظ اسم علمی هم بخواید نگاه بکنید میشه 7 آلفا متیل 19 نور تستاسترون. این میشه داروی منت یا ترسترون. خب اگر دقت کرده باشید اسم ترسترون یه شباهتی داره به ترمبلون و خدمتتون بگم که این دارو اگه من بخوام برای شما خیلی ساده همین ابتدا یه خط مشی ساده از این دارو به شما بگم، این هستش که فکر کنید تستوسترون و ترمبلون رو با هم ترکیب کردید، یعنی ویژگی های ترمبلون رو داشته باشید و ویژگی های تستوسترون که هر دو هم دوتا استروید محبوب هستن در بدنسازی. حتی تو اسمم نگاه کنید انگار ترکیبی از اسم هر دو هست، تستوسترون، ترمبلون، ترسترون، به این شکله. و این دارو روزی که مطالعاتش آغاز شد و خواست ساخته بشه که سال 1960 بود، هدف افرادی که می ساختن این بود که هورمونی رو درست بکنن که مقدار اسپرم رو کم بکنه و به اصطلاح نابارور بکنه شخص رو و اینکه خواص آنابولیک رو هم داشته باشه و دوز استفاده از دارو هم به مراتب کم بشه که از ترکیب تستوسترون و پروژسترون این کار کردن. پروژسترون خاصیتی داره به نام اسپرماتوجنسیس، یعنی اسپرماتوجنسیس یعنی تولید اسپرم. یه خاصیتی که داره جلوی این پروسه رو میگیره، پروژسترون تولید اسپرم رو کم میکنه. و با ترکیب این دو دارو شروع کردن، اصلاحاتی انجام شد، در نهایت داروی ترسترون تولید شد، یک استروید خیلی قدیمی هست. امروز خیلی داریم دوباره بیشتر میشنویم، خیلی وایرال شده به دلایلی که خدمت شما میگم و تحقیقاتی که توی این زمینه انجام شده، ویژگی های خاصی که داره. ولی اینو به شما بگم، توی بدنسازی همیشه به عنوان یک استرویدی بوده که محبوب بوده و الان بیشتر دارن روش مانور میدن به این صورته، به خاطر بحث‌های رسانه و ویدیوهایی که توی این زمینه شاید ساخته شده یا شاید شرکتایی که تولید میکنن دارو بیشتر تولید کردن دارن مانور میدن که فروشش بیشتر بشه. به هر صورت من براتون باز میکنم که به چه صورتیه. خب بنابراین ما اومدیم یه دارویی رو فرض کنید ساختیم که اسپرم رو کم میکنه، خود کاهش اسپرم باعث افزایش سطح تستوسترون میشه و خواصی مثل تستوسترون رو هم داره، در مجموع باعث میشه که شما یک غریزه جنسی بالا داشته باشید، انگیزه جنسی، میل جنسی بالا داشته باشید در حالی که اسپرم پایینی دارید. یعنی برای کسی که دیگه نمیخواد بچه دار بشه و قرار هست TRT انجام بده، سطح تستش به صورت نرمال پایینه، این دارو همه این کارها رو انجام میده. البته به شما بگم FDA تاییدیه نداده به این دارو،
که ما بگیم مثلا استفاده بکنه یا اینکه نه، اصلا کار پزشک این زمین است. ولی کلی میخوام به شما بگم، میخوام بگم با این هدف درست شده و این دارو یه سری ویژگی های خیلی خاصی رو داره. ببینید این دارو خیلی ضریب آندروژن به آنابولیکش، اول من به شما بگم ضریب آندروژنش به آنابولیک به آندروژنش 2300 به 650. یعنی اگر تستوسترون رو ما 100 و 100 فرض بکنیم، ضریب آنابولیک و آندروژنیک میشه گفت 23 برابر تست قویه و از لحاظ آندروژن بودن 6.5 برابر تستوسترون. ولی این اعداد روی کاغذه، تو عمل اینطوری نیست. به شما میگم، یعنی مقاله مستند به شما نشون میدم که تو عمل اینطوری نیست. یعنی کلا روی این ذرایب آنابولیک و آندروژنی که شما میخونید، اینا ذرایب تئوریکه، اصلا روی اینا حساب باز نکنید به هیچ وجه. این ذرایب روی کاغذه و اصلا میتونه تو بدن یه اتفاق دیگه بیفته. خب با این ذریب بالا قرار هست بنابراین خیلی عضله بسازه و خواص آندروژنش پایین باشه، اما به این صورت نیست. یه ویژگی که این دارو داره به دیهیدروتستوسترون تبدیل نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل گروه متیل هست، آلفا متیل هست که توی موقعیت کربن 7 قرار داره و آنزیم 5 آلفا ریداکتیز نمیتونه این هورمون رو بیاد به دیهیدروتستوسترون تبدیل بکنه. بنابراین این که مثلا ما نگران باشیم که با استفاده از این دارو دیهیدروتستوسترون که داره توسط آنزیم ها تو بدن تولید میشه میره بالا، یه همچین چیزی وجود نداره. ولی خود دارو خیلی آندروژنه. یعنی این که شما فکر کنید مثلا این خب چون به دیهیدروتستوسترون تبدیل نمیشه موی من نمیریزه، پوست من جوش نمیزنه، این اتفاقا اصلا اینطوری نیست. خود دارو آندروژنه. ببینید یه مثال برای شما بزنم. فرض کنید تستوسترون رو شما تزریق میکنید، 10% تبدیل میشه به دیهیدروتستوسترون. خب اگه شما دوز تستتون رو 10 برابر کنید، رو تئوریک رو کاغذ دوز یعنی دیهیدروتستوسترون تولید بدنتون هم 10 برابر میشه. توی اینجا اینطوری نیست. خود دارو اصلا نیاز نیست تولید بشه به دیهیدروتستوسترون، یعنی خودش خیلی آندروژنه. و یه ویژگی دیگه هم که داره این دارو این هستش که با این که از خانواده 19 نورتستسترون هست، بازم آروماتایز میشه. یعنی شما عوارض استروژنیکی که وجود داره مثل نوک سینه، چیزایی که هستش ما ازش خیلی هم میترسیم رو میتونید انتظار داشته باشید. یا مثلا احتباس آب، فشار خون بالا، بدن آب جمع میکنه تو دوره، دیدید خیلی پف میکنه، این انتظار رو میتونید داشته باشید. یکی از دلایلی هم که اصلا خیلی سریع وزن میگیرن کسایی که این دارو رو استفاده میکنن همین احتباس آبه. خب و به خاطر حالا آندروژن بودنش قدرت شما رو هم خیلی زیاد میکنه، یعنی سریع افزایش قدرت شما حس میکنید بعد از تزریق این دارو. حالا یه سری ویژگی های خاص داره این دارو، مثل اینکه به SHBG اتصال پیدا نمیکنه. SHBG چیه؟ یه هورمونیه تو کبد تولید میشه. بعد مثلا شما تستوسترون دارید، یه فری تستوسترون هم دارید، یه کل تستوسترون قابلیت اینو نداره به گیرنده های آندروژنی شما اتصال پیدا کنه، فقط فری تستوسترون میتونه. خب پس تستوسترون وقتی ما داشته باشیم یه بخشش هم عمل نمیکنه، اصلا به SHBG اتصال پیدا کرده، درسته؟ یعنی ما مثلا فرض کنید X میلی گرم تستوسترون تو خونمون هست، یه بخشش اصلا به SHBG چسبیده، اون بخش حساب نیست، ولی تو این داروی اتفاق نمیفته. اصلا SHBG قدرت اتصال به این دارو نداره. یعنی شما هر چی از موارد آنابولیک رو وارد بدن میکنید همون به صورت آزاد هست و قابلیت اتصال به گیرنده آندروژنی و عضله سازی رو برای شما داره، که این خیلی ویژگی خوبی میشه و اثرش هم روی پروژسترون و مینرال و کورتوکورتوئید بسیار پایینه. حالا اینو من گفتم برای کسایی که تخصصی مطالعه میکنن، علاقه دارن بدونن، میتونن برن مطالعه بکنن. خب دیگه با این تصورات بریم جلو. میل جنسی شما رو هم گفتم خیلی زیاد میکنه، اسپرم شما رو کم میکنه. حالا بریم سراغ این که مثلا ما این دوره رو شروع کردیم، چه انتظاری میتونیم این دوره داشته باشیم. شما این دوره رو که شروع میکنید توی 5 هفته میتونید انتظار 5 کیلو عضله رو داشته باشید. حالا این که چه بخشش آب و این مسائل، من چربی رو نمیگم، یه بخشی از
عضله شما داخلش آبه دیگه، عضله 80% عضله آبه، 75 الی 85% عضله آبه. خب شما حساب بکنید این آب هم که تو عضله است جزء عضله شماست. حالا بعد از دوره این احتباس آب کم میشه که میگن ریزش بعد از دوره، ولی این وزن شما میگیرید این دوره، حالا یه بخش زیادیش هم میمونه. و اینکه چه مزایایی داره، شما عضله سازی میکنید خیلی راحت. چرا؟ چون هم بالانس نیتروژنی شما خوب میشه، هم سنتز پروتئین شما بالا میره. این سنتز پروتئین داره تو بدن شما اتفاق میفته، متوقف نمیشه. معنی شما اگه یه روز کار بکنید، فردا به خاطر اون تخریب هایی که اتفاق افتاده تو عضلاتون، روز به روز عضلاتون کوچیک میشه. بنابراین این سنتز پروتئین داره اتفاق میفته، بدن شما رو داره ترمیم میکنه عضلات شما رو، ولی سرعتش میره بالا. سرعت سنتز پروتئین میره بالا. مثل اینکه یه ساختمونی سه تا کارگر دارن کار میکنن، خب دارن کار میکنن دیگه، داره کار انجام میشه. ولی شما مثلا اینجا کارگرا رو بکنی 30 تا کارگر، خب چقدر سریعتر کار جلو میره؟ توی بدن هم همین صورت هستش و ریکاوری شما هم سریعتر میشه. حالا جدا از اینکه این آسیبه داره سریع درمان میشه، بالانس نیتروژنی بالای تخریب عضله، مثلا حوازی زیاد بزنید اتفاق نمیفته، در کنار این شما ریکاوری سریع هم میکنید. شما تمرینتون تمام شد، مثلا جلو بازو رو تمرین دادید، شاید مثلا 72 ساعت برای شما طول بکشه تا بازوتون دوباره بتونه تمرین داده بشه، ولی شما مثلا این دارو استفاده میکنید، امروز جلو بازو رو زدید، فردا نه پس فردا میتونید جلو بازو بزنید، سریع ترمیم میشه. بعد تمرینتون هم سنگین تره تازه به نسبت تمرین قبل. چربی سوزی هم میکنه، چون فرایند عضله سازی اصلا فرایندی هستش که انرژی بره و اصلا خانواده 19 نورتستوسترون یه اثراتی رو کورتیزول میذارن که حالا من تو ویدیو ترمبلون یه مقدار راجبش توضیح دادم. اسلش کردن به اصطلاح کورتیزول هست که دوست داره چربی تو شکم پهلو ذخیره بکنه. بنابراین این یه فاکتور هست و فاکتور دوم هم این هستش که خود فرآیند عضله سازی چون سریع داره ساخته میشه، احتیاج به کالوری داره. کالوری هم شما اگه غذاتون محدود باشه از چربی بیشتر میره، اگه کمتر محدود باشه کمتر از چربیتون میره، ولی به هر صورت درصد چربیتون پایین میاد. یعنی این اتفاقی که شک نکنید میفته. قدرت شما هم خیلی سریع افزایش پیدا میکنه، خیلی سریع. چرا؟ به خاطر اینکه نیمه عمر این دارو نیمه عمر پایینی. حالا من در اشکال دارویی نیمه عمرش رو توضیح میدم، چون سه شکل دارویی داره. و دارویی هم هست که مثلا شما بولدنون استفاده میکنید، باید برید سه هفته بعد ببینید چه اتفاقی میفته یا مثلا چقدر تاثیر داره. یعنی اصلا نمیتونید بفهمید تا سه هفته این دارو واقعی نیست و اثری اونچنان رو بدن شما نداره، به جز جای تزریقش که درد میگیره اتفاق دیگه نمیفته. ولی توی این دارو اتفاق میفته، اتفاقا سریع شما اثراتش رو میبینید. حالا بستگی داره چه شکل دارویی رو استفاده بکنید، اما هر شکلی رو هم استفاده بکنید بعد 4 روز 3 روز اثراتش رو کامل میبینید. بعد تو بعضی از اشکال دارویی که شما تو همون روز میبینید اثر رو، یعنی دم عضله رو حس میکنید، قدرت رو حس میکنید زیاد شده. خب برای اینکه بخوام بخش عوارض رو شروع بکنم، قبلش بخوام در رابطه با یه مطالعه‌ای برای شما صحبت بکنم که این مطالعه تو سال 1992 اتفاق افتاد که توی این تحقیق اومدن ببینن این داروی ترسترون اصلا چطوریه، این ذرایب آنابولیک و آندروژنی که میگن چقدر محقق میشه و یه بررسی داشته باشن راجب کلسترول، حتی HDL یا مثلا تعداد اسپرم کاونت و اینجور مسائل بررسی بکنن. خب اومدن اول یه سری تحقیقات انجام دادن که حالا من خروجیشو اول به شما میگم بعد میرم توضیح میدم داخل تحقیق. خروجیش این شد که 10 برابر آنابولیک تر بود از تستوسترون. یعنی اونجا ما توی ضریب آنابولیک به آندروژنیک میگفتیم 23 برابر، ولی در واقعیت شد 10. و توی بحث آندروژن هم ما فکر میکردیم 6.5 برابر تستوسترون آندروژن باشه، ولی اینا به این نتیجه رسیدن نزدیک 12 برابر تستوسترون آندروژنه. این تحقیق هم در طول 12 هفته انجام شد. یعنی من یه مثالی به شما بزنم از این عددی که به شما گفتم. یعنی مثلا شما اگر بیاید 1 میلی گرم از ترسترون رو قیاس بخواید بکنید با 10 میلی گرم، تقریبا مقدار عضله سازی یکسانی رو انجام میده. یعنی شما اگه مثلا تستوسترون رو هفته ای 200 میخواستید تزریق بکنید،
برای ترسلون میشه 20. به این شکل میشه. این یه قیاس عددی من براتون فهم بکنم فهم بیشتری وجود داشته باشه روی دوز. و اومدن چیکار کردن؟ 135 میلی گرم از ترسلون رو در مدت 12 هفته روی کیس استادی ها امتحان کردن و قیاس به چه صورتی بود که توی تستوسترون 3600 میلی گرم تو همین بازه زمانی استفاده می شد و تغییرات رو اومدن بررسی کردن. مثلا FSH که خب باعث میشه، هورمونی هستش که باعث میشه ترشح تستوسترون در غدد گوندوتروپین به صورت طبیعی اتفاق بیفته، 90% افت کرد. کلسترول HDL 14% افت کرد. اسپرم در کمترین حالت 80% مقدارش کم شد. اما یه نکته خیلی جالب توی این مقاله بود که واقعا توجه آدم رو جلب میکنه، اینه که بعد از اینکه اینا دوره رو قطع کردن، یه بازه 16 هفته‌ای میشه گفت تقریبا نصف مقدار اسپرم ها احیا شد در گروهی که منت یا ترسلون استفاده کردن، اما در گروهی که تستوسترون استفاده کرده بودن یه اتفاق عجیبی افتاد. 28 هفته بعد این اتفاق افتاد. یعنی میخوام به شما بگم شاید سرعت اینکه سطح اسپرم رو بیاره پایین توی منت خیلی بالا، سری میاره پایین مقدار اسپرمو، توی تستوسترون آهسته میاد پایین و آهسته برمیگرده بالا، توی منت سری میره پایین سری میاد بالا، توی ترسلون توی منت سری میاد پایین سری میره بالا، توی تستوسترون آهسته میره پایین و آهسته برمیگرده بالا. یعنی ما ریکاوریمون توی دوره منت خیلی سری تره. این نکته جالبیه در رابطه با این دارو که میتونه مورد توجهتون باشه. حالا بریم سراغ یه چیزی هم بگم در رابطه با آروماتایز شدن، یعنی تبدیل شدن به استروژن. این دارو تبدیل میشه به استروژن، خدمتتون تو ابتدای ویدیو هم گفتم، ولی این استروژن خیلی استروژن قویه. میدونید چرا؟ چون که یه خانواده‌ای که من بهشون صحبت کردم 5 آلفا متیل به این استروژن چسبیده و دوباره SHBG اینجا هم نمیتونه به استروژن بچسبه. اتفاقی که میفته SHBG نمیتونه سطح استروژن رو کنترل کنه و کل استروژنی که تولید میشه میتونه توی گیرنده های استروژنی اتصال پیدا کنه و این اتصال میتونه باعث رشد بافت سینه بشه به عنوان مثال. خب بریم سراغ عوارض. من میخوام در رابطه با عوارض لیست عوارض رو خدمت شما بگم. خب یکی اینکه صحبت کردیم دیگه، اسپرم تعدادش کم میشه و سطح تستوسترون طبیعی بدن شما میاد پایین مثل دیگر داروها. حالا یه سری ویژگی خاص هم داریم. این دارو چون قویه، شما بعد از تزریق مثلا نزدیک شب اگه تزریق بکنید، نزدیک به خوابتون تزریق بکنید، شب عرق میکنید تو خواب، یا مثلا بیرون روی پیدا میکنید. بیرون روی هم یعنی برای همه نیست، برای بعضی افراد، یا مثلا معده به هم میریزه. این عوارضی که در همه نیست ولی در بعض برخی اتفاق میفته. پروفایل کلسترول رو که میدونید به خاطر آندروژن بودن و به نسبت تستوسترون آندروژن تره و انگار دیهیدروتستوسترون بالاتری از ابتدای دوره تو بدنتون هست، به خاطر همین شما این آندروژن بودن بالا باعث شد پوستتون چرب بشه، جوش بزنید. جوش رو کمر هم خیلی میزنید، یعنی این دارو نمیدونم حالا چرا توی کمر جوشاش بیشتره. یعنی افرادی هم که جوش میزنن، حالا مثلا هر کسی ممکنه رو سینه بزنه، رو دست بزنه، ولی رو کمر خیلی دیده میشه. حالا علت علمیش چیه واقعیت خودم هم نمیدونم به چه علتی این اتفاق میفته رو کمر جوش بیشتره، ولی رو کمرتون بیشتر شما جوش میبینید و پوست چرب، ریزش مو، اینا همه اتفاق میفته. آتروفی بیضه جز عوارضی هستش که وجود داره و دیگه مورد خاصی نمونه. بیخوابی هم که خب هر استرویدی رو قبل از خواب بزنید باعث بیخوابیتون میشه. فقط یه مورد هست، مثلا سوزش تو قلب ممکنه احساس بکنید به خاطر اینکه این دارو خیلی سریع آزاد میشه و پیکش زیاده. این پیک زیادم یه سری کسایی که اصلا کلا آریتمی قلب دارن که نباید استروید استفاده بکنن، فشار خونشون میره بالا، قلبشون به داخل رشد اکسنتریک اتفاق میفته. بنابراین کلا چیز جالبی نیست استروید برای قلب، ولی خب توی این چون دارو سریع آزاد میشه، بهتون گفتم نتیجه سریعه، به سوزشی هم ممکنه تو قلب احساس کنید، نه همه، برای برخی ممکن اتفاق بیفته. و در رابطه با دوز، خب شما دوز مصرفیتون توی این دارو خیلی دوز پایینیه به خاطر اینکه این دارو خیلی قویه. یعنی
بیایید با بقیه چیزا قیاس بکنید، مثلا میگفتیم ترمبلون انقدر، استنازول انقدر، توی این دوزا پایینه کلن، چون دیدید 10 برابر آنابولیکتر بود توی عمل، تو کاغذ که 23 برابر. خب این دارو یه سری اشکالی داره و نحوه مصرفش فرق میکنه. شما این دارو رو به صورت قرص میتونید تهیه بکنید، به صورت پودر هست، به صورت محلول هست و به صورت تزریقی هم هست که دیدید دیگه، میشه ترستلون استیت، مثل تستوسترون استیت هست، مثل اونه. فقط یه دونه مدل هم هست به نام ترانسدرمال. ترانسدرمال اینا دیدید برچسبای نیکوتین میچسبونن مثلا رو پوست بعد دیگه سیگار نمیکشن، اینم هم همونه. یا مثلا ژلای تستوسترون رو دیدید به پوست میزنن و پوست جذب میشه، اینم هم همینه. حالا قرصش رو زیاد جالب نیست استفاده بکنید. چرا؟ چون خیلی 40 دقیقه است نیمه عمرش. نیمه عمر 40 دقیقه‌ای داره. یعنی اصلا میخواید قرص استفاده کنید بعد چند دوزش بکنید؟ فکر کنید روز 24 ساعت دوزتون رو بخواید بکنید، 24 ساعت تو این دوز پایین اصلا دقت اندازه‌گیری وجود نداره. یا یعنی اینکه بخواید با فاصله بخورید، هی این پیک دارو تو خونتون بالا و پایین میشه، اصلا چیز قشنگی در نمیاد. بنابراین چیکار میکنن؟ این دارو رو معمولا قرصش کسی استفاده نمیکنه. این نوع ترانسدرمالی هم که به شما گفتم به خاطر همینه که میذارن روی برچسب، خب آهسته از پوست جذب میشه. بعد برچسب هم بزرگ نیست، مثلا مثل ژل تستوسترون بمالن، یه برچسب کوچیکیه، مثلا یه قطره اینجا میریزن و برچسب رو میچسبن، آهسته از این پوست جذب میشه. این نیمه عمر 40 دقیقه رو طولانی تر میکنه، مثلا میکنه 2 ساعت، میکنه 3 ساعت، این خیلی بهتر میشه. و نوع تزریقش هم هست که 4 تا 8 ساعته. و عملا این دارو یه دارویی که شما باید یا هر روز تزریق بکنید یا یه روز در میون تزریق، اصلا هیچ راهی نداره، انقدر نیمه عمر پایینی داره، این مشکل رو داره. یعنی حتی استیتش هم به این صورت. خب ما بنابراین دوزبندی هامون میشه گفت توی خوراکی که عملا من پیشنهاد اصلا نمی کنم، و اگرم بخواید استفاده کنید مثلا میتونید نهایتاً 4 دوز بکنید تو طول روز، دوزی که استفاده میکنید، ولی دقت تقسیم بندی قرص و اینجور مسائل هم وجود داره. توی این حالت مایع بهتره که به صورت قطره چکونی استفاده بکنید و با دوز قطره، یعنی این چون رقیق شده تو آب دقت دوزینگ شما میره بالا، این کارو میتونید انجام بدید. مثل سارم هم میفروشن تو این قطره چکونا، سارم دیدید چه جوریه بساش، سارمای مایع به همون شکل هم میفروشن خوراکی مایه رو. اصلا به خاطر همین اومده این کار بکنن دوزینگش یکم بهتر بشه. به صورت ترانسترمال هم همون 3 بار 4 بار مثلا میتونید برچسب و دوزتون رو تقسیم کنید، برچسبتون رو شارژ کنید و بزنید رو پوست. برای تزریق دیگه روزی یه بار دیگه، بیشتر که دیگه نمیتونید هر روزی یه بار تزریق بکنیم. درسته بازم پیک داره، ولی بعد یه مدتی چون دارو بار میگیره این نیمه عمر رو هم جمع میشه، شما بعد از مثلا 10 روز 15 روز به یه پایداری و استیبیلیتی خوبی از بابت غلظت دارو در خونتون خواهید رسید. بنابراین همون تزریق هم میشه روزی یه بار. حالا دوزها به چه صورتی هست؟ دوزها ما 3 تا دوز معرفی میکنیم. دوز دوز آماتوری بگم یا مثلا دوز عقلانی بگم، نمیدونم، دوزی که شما حداقل نتایجتون خوبه، عوارض هم دارید. دوز میانی شما نتیجتون زیاد میشه ولی عوارضتون بیشتر زیاد میشه. شما توی ویدیویی که درست کردم در مورد اوکسیمتالون دقیقاً تفاوت دوز 50 و 100 رو مشاهده کردید، نتایج چقدر زیاد شد ولی عوارض خیلی زیاد شد. همون شکلی توی دوز سوم، گروه سوم دیگه اصلا عوارضتون خیلی زیاد میشه، نتیجه خیلی کم. اینو برای افراد حرفه‌ای که عشق بدنسازی دارن و هر کاری میکنن و سلامتی رو دو دستی میذارن توی سینی به خاطر بدنسازی و بدن زیبا، اونم عشقه. بنابر این دوز اول ما میشه 70 میلی گرم بر هفته، دوز دوم ما میشه 140 و به علاوه 140 هر چی شما استفاده کنید توی رنج آخر در نظر بگیرید. نه اینطوری بگم یه مرز باریک موه، شاید مثلا از شما 140 رد شید برید تا 160-170 این اتفاق بیفته، و چون افراد ژنتیکاشون فهم میکنه، ولی شما مثبت 140 رو کلا دوز بالا در نظر بگیرید، دارو خیلی قویه. یه چیزی هم من تو بخش عوارض نگفتم چون جزء عوارض نیست، بعضی اینو مزیت میدونن. شما تو این دوره میل جنسیتون خیلی زیاد میشه، بسیار زیاد میشه، و
یه جورایی هم میشه گفت، حالا نمیام 100% روی این چیزا حساب باز نکنید روی این حرفا، اینقدر اسپرم کم میشه عملا حالت ناباروری آدم میگیره توی این دوره، نمیشه گفت 100%، بازم من چیزایی که خوندم دارم میگم، ولی این اتفاق میفته چون کسی نمیره اسپرم کاونت بگیره بعد از دوره، خودم تا حالا نگرفتم ولی این اتفاق میفته. خب یه جنبندی کلی هم در رابطه با این دارو داشته، یه نکته هم یادم، خانوما اصلا این دارو نمیتونن استفاده کنن، خیلی آندروژنه، اصلا سمتش نرید، یعنی روی کاغذ 650 بود جلوی تستوسترون، 6.5 برابر تستوسترون، ولی توی کاغذ 12 برابر، اصلا سمتش نرید، یعنی به هیچ وجه من الوجود خانوما سمت این دارو نرن، از دورم نگاش نکنن، اینطوریه، خیلی خطرناکه. و جنبندی کلی که بخوایم داشته باشیم در رابطه با این دارو، این دارو جدیداً خیلی مطرح شده، به چه علت؟ چون دوست دارن بخوام بیارنش یه مجوز از FDA بگیرن، بیارن جز داروهایی که TRT برای TRT استفاده میشه، به خاطر خصلتایی که داره، میل جنسی رو بالا میبره، خصلت آنابولیک خیلی بالایی داره، دوز تزریق شما خیلی پایین میاد، فقط خب مثلا یه سری ایرادا داره، یه سری مزیت‌ها هم داره. مزیتش اینه که شما وقتی این دارو رو استفاده میکنید به شکل خوراکی، به همون شکل ترانس درمال که خدمتون گفتم میشه استفاده کرد، ولی یه سری مثلا به صورت قطره میتونید استفاده بکنید، ولی یه سری ایرادا هم داره. تزریقیش تو تستوسترون کسی که TRT میکنه هفته یه تزریق انجام میده، تو اینجا حداقل نیومدن با نیمه عمر بالا فعلا چیز رو ارائه بدن بفرستن FDA بخوان تاییدیه بگیرن، یعنی میخوام بگم مثلا مسائلی داره که اینا باید حل بشه و حالا بعیدم میدونم بخواد مجوز بگیره، چیزی که قابل پیش بینیه فعلا این دارو برای گرفتن مجوز خیلی راه داره، ولی خب داروی جالبیه توی بدنسازی، حداقل برای بدنسازا خیلی جالبه چون هم سریع قدرت میگیرن هم حجم میگیرن. خواص آندروژنی هم که وجود داره برای این دارو من خدمتتون بگم، اگه بخوای دوز تستتون رو بالا ببرید خوب عضله بسازه، تقریبا خواص آندروژنش مثل این داروه، و خوبی این دارو اینه دوز کمی تزریق میکنید، مزیت این داروه. خواص آندروژنی هم که وجود داره، هر دارویی رو برید شما تو دوز بالا، مثلا خود تصور کنید ترنبلون میخواید استفاده کنید، ترنبلون رو مثلا شما میخواید هفته 200 میلی گرم استفاده بکنید، مثلا فرض کنیم ما یک شخصی که میخواد استفاده بکنه، این دارو تو دوز 50 بهش این نتیجه رو میده، نتیجه 200 ترنبلون رو میده، ولی خب ترنبلون دوباره یه سری ویژگی‌های خاصی داره که شما توی این پیدا نمی‌کنید، یعنی داروها می‌دونید چطوریان، مثلا یه سری فکر می‌خوان بکنن که دارو رو پیدا کنن که خیلی خوب باشه، همه چیش خوب باشه، مثل آدما که آدما همه چیشون خوب نیست، هر کسی یه ایرادی داره، دارو هم همینطوره، هر کدوم یه ایرادی داره، هر کدوم یه جایگاهی داره برای استفاده تو بدنسازی. ولی در کل دارو خیلی جالبیه ترستلون و میتونه خیلی کمک خیلی ها بکنه برای عضله سازی. حالا عوارضش هم که باید بپذیره کسی که استروید استفاده، هر کسی استروید استفاده میکنه باید بپذیره، ولی کسی که دنبال قدرت بالا، عضله سازی بالا از استرویده و عوارض هم براش مطرح نیست آنچنان، چون دوز پایین این مثل دوز بالای بقیه دارو هست، این دارو دارو جالبیه. حالا دیگه این که بخوایم امتیاز هم بدیم و قیاس بکنیم با استرویدهای دیگه، یه جورایی همون مثالی که اول زدم به نظرم بهترین حالت برای تصور شما از تستوسترون به علاوه ترنبلون، اینو تو ذهنتون داشته باشید، خیلی کمکتون میکنه. کسی که حالا خودشون دارو رو استفاده میکنن، مربیان، برای خودشون دوره می نویسن، بدونن یه همچین خروجی میده، چون این دوره رو احتمالا رفتن، کسایی که خیلی حرفه‌ای‌ان میدونن چی میشه، تقریبا این چیز تو مایه های اونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید دوستان. این ویدیو دیگه همینجا به پایان میشه، سوالنم 30 دقیقه شده فکر میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه، استفاده کرده باشید، حتما توی نظرسنجی که قرار میدیم شرکت بکنید که بتونیم موضوعایی که شما دوست دارین رو ویدیو بسازیم. و اگر هم تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید،
کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید، ویدیو رو شیر کنید و اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه هستید.